برگشتیم هموطن عزیز، باز هم صبح قشنگ شما بخیر. ادامه سلام افغانستان هست و شما هم ما را بیننده هستین. در بخش بعدی برنامه قرار داریم و در بخش برنامه هم مهمان ما استاد ادریس رسا روانشناس هستن. استاد خیلی مهربان و یک ما فکر میکنم بعضی هموطنان عزیز مکالمه‌مند صحبت‌ها و خواستار صحبت‌هایش هستن. شخصا خودم که خیلی خرسند هم هستم که امروز استاد را دعوت کردیم و با شورین قرنطینه شرایط خیلی ویروسی باز هم دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه تشریف آوردن. موضوع برنامه هم خیلی مهم انتخاب کردیم که موضوع برنامه هم نقش و همدلی والدین در جلوگیری از انحراف جوانان که باید چیگونه باشه. بسای استاد را هم میداشته باشیم. مشورات که استاد برتون میتونه حتما گوش بگیریم و در نظر بگیریم. استاد خیلی خوش اومدین. صبح شما خوش باشین. خوشحال هستم و ممنونم جدا جمع شما پدید هستم. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیندگان مهربان شما. ممنون. امید دارم که از این فضای اختناق آوری که در این شرایط پیش رو به نام قرنطین بر ما ایجاد شده به خوبی و خوشی سپری کنیم این وضعیت، گرچه آیست آیسته اما تبعات بد قرنطین در جامعه آیست آیسته خود نشان داده میره. و من دو صدا دارم. یک صدا به رسانه های محترم دارم که خواهشم است که سر مسئله مسائل روانی بعد از قرنطین یا در جریان قرنطین برنامه متعدد بگیره و کسایی که به عنوان روانشناس می این موضوع را خوبتر و بهتر واکاوی کنند تا او ضربه بدی که از قرنطین می آید این را باید از ما بتانیم جبران کنیم. دوم، کسایی که به عنوان نهادهای دولتی هستند، خصوصا دو نهاد که من دیروز یک گزارش از وزارت اطلاعات فرهنگ دیدم که معین یک وزارت آمده با فامیلا توصیه میکنه که خشونت نکنه، کاری که مربوط وزارت امور زنا و وزارت صحت عام است که با تاسفی دو نهاد تا هنوز کاری نکرده، ولی خانه معین وزارت اطلاعات فرهنگ آباد کم قدر کرده. دقیقا، یعنی واقعا مسائل روانی بدترین نوع امراض امروزی جامعه انسانی تلقی میشه. قسمی که کرونا را میبینیم که تا 14 روز علائمش معلوم نمیشه، بعد 14 روز معلوم میشه که چی است. با تاسف روانی از این که بیشتر مشکلات خود داره، تا دو ماه سه ماه را تأثیرات نداره، بعد دو سه ماه تأثیر عمیقی در جامعه میگذاره. از این لحاظ من رسانه ها را بازم صدا میکنم و نهادهای دولتی، خصوصا وزارت امور زنا که در بخش خانما نقش اساسی را داره میتونه خوبتر نقش بازی کنه. خانمایی که روانشناس هستن یک برنامه آگاهی دهی را در این عرصه بگیرن و یک مقدار سرش واکاوی کنه و در کنار از وزارت صحت عامه از تبلیغای کتاب امروز به نام کرونا را جدی بگیرین. و با تاسف که در تمام جامعه جز جدی گرفتن کرونا ما هیچ چیز دیگه را نمیشنویم. اما خوبترین آدم ما فیسبوک شمیز کرونا را جدی بگیره، خود جدی نگرفتیم تا به امروز چی شد که بعد از این جدی بگیریم. بجای از این خوبتر بود من بانم که خلاف بس میپیچم، ولی نیاز میبینم، نیاز مبرم جامعه میبینم. ای کاش از این چهار ماه اولی که آمده بود خود وزارت صحت عامه بیشتر و خوبتر میفهمه که به جای قدر تبلیغی که در مورد جدی گرفتن کرونا کرد، به جای از اون میگفت که مردم شما آماده ازی باشین، این تک تک شما را میگیره، نه قرنطینه سودی داره نه خانه نشینی، این قسمی که ریزش یا سرماخوردگی سراپای جامعه را میگیره، این آمینه تو آمده نیست، شما آماده ازی باشین، ظرفیت های وجودی خود بالا برین، سیستم ایمنی تان تقویت بخشین، از لحاظ روی قوی باشین. خود به خود ما میتونستیم مقابله کنیم. حالی هم گپی نگذشته، من خواهش نیست که وزارت صحت عامه بعد از این وجه از این که جدی بگیره سیل مرده میایه و 25 میلیون میگیره 40 میلیون میگیره، کل دنیا را گرفته ما را میگیره. و ایره من حال به تک تک هموطنانی که صدای مرا میشنوه
جدا خواهش میکنم آماده هر نوع موضوعی که در مورد کرونا است شما باشین. آمده نیست امسال نگیرتان است، شش ماه بعد میگیره، شش ماه بعد سال آینده کل ما یک باری را سپری میکنیم. بله. بعضی لازم ما آمادگی روحی و روانی در قبال ازی داشته باشیم، بدن ما را سیستم ایمنیش تقویت بخشیم، خوراکایی که نیاز است همو را داشته باشیم، چای لیمو و زنجفیل خوبتر دم کنیم، روزانه دو سه بار ازی بنوشیم. این خود به خود ما را آماده ازی میکنه که از لحاظ روحی قوی باشیم. اما قسمی که ما مردم در مقابل انتحاری پذیرفتیم که انتحاری دیگه است، قوی هستیم، روزگار خود را میچلانیم، بعد از در مقابل کرونا او انتحاری اشخاص است، انتحاری است که در داخل وجود انسان به هر فرد بله. میشه. از این لحاظ خواهشم است که قوی بگیرن و با معذرت که از بس خواهش شد. مشکل نیست استاد، به امیدی که همه صحبتایی که شما داشتین، کسی که مسئولین هستن و صدای شما را شنیدن و صدای ما را همیشه ما بس میگیریم در این مورد و امیدوار هستیم که نظر بیشتری داشته باشن. خب میم استاد، روی موضوع ما که امروز ما نقش همدلی و آنلاین را در جلوگیری جوانان انتخاب کردیم که یک تعریف داشته باشیم تو بعضی جوانایی که برنامه را ببینند هستن از موضوع ما خوبتر معرفی شو برشون. خوبتر است دقیقاً ما سه چهار واژه ایجا باید بپیچیم. اول انحراف. انحراف اما مسیر اصلی را که هر کدام ما ازش دور میشیم که در حقیقت اولین مسیر، مسیر انسانیت است. دقیقا. که با تاسف ما با این واژه در کل مشکل داریم. انحراف از مسیر اصلی انسانیت ای خودش ما را به مشکلات عدیدی روبرو می سازه که امروز جامعه ما از همین لحاظ دچار مشکل است. یعنی ما پیش از اینکه دین داشته باشیم، پیش از اینکه دین در خدمت انسان ها قرار بگیره و انسان در خدمت دین باشه، چون دین نیازهای روحی و روانی انسان ها را برآورده می سازه. خداوند انسان اول خلق کرد، بعد از او دین در خدمتش گذاشت تا انسان در پرتو از او مسیر خود انتخاب کنه. با تاسف ما هم واژه انسانیت فراموش کردیم. امروز شما میبینید که در جامعه قیمتی و یک موضوعی که میاد چقدر بالا میشه. من میره همیشه وقت میگم در ایتالیا پولای خود بر روی سرک ریختن، نفر میلیاردر ایتالیایی از منزل 50 و 60 خود پایان انداختن به خاطر از اینکه دیگه او پول به دردش نمیخوره. ولی با تاسف در جامعه ما همیالی هم در پی فساد هستن، دزدی میکنن، شرمشان هم نمیاد، خود کی برده در گور خود و همه قشکر میکشم که در گور خود کسی چیزی را برده نمیتونه. اگر ما مردم خود هیچ چیزی را باقی نمیمانده میبردیم. بعد انحراف نقش والدین است. نقش والدین واقعا اساسی ترین رکن جامعه است، یعنی اساسی ترین پایه های رشد جامعه والدین است. اما قسمی که دانشمندای جامعه شناسی میگن، بیشتر از اینکه روانشناس باشه، جامعه شناسی میگه که اگر میخواین جامعه را اصلاح بسازین، فرد اصلاح بسازین. بله. تا زمانی که فرد اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. اما بازم او مسیر شکلگیری جامعه را هم گفتیم که از فرد آغاز میشه، جمع میشه که فامیل میشه، از فامیل به اجتماع تبدیل میشه، باز بالاخره به جامعه میره. یعنی ما هر مشکلی را که داریم مال داد میزنیم که جامعه ما بدبخت است، ولی نه، فرد ما بدبخت شده که جامعه را بدبخت ساخته. از این لحاظ نقش والدین در تمام سطوح زندگی اساسی است، ولی در انحراف چون زمانی که ما از خوبیای جامعه یاد میکنیم، انحراف هم خوبیای جامعه را در خود میبلعه، از بین میبره، یعنی عزم میکنه. بدبختی است که امروزه تمام موضوعات ما را امونا از بین برده. از این لحاظ والدین امو تشکیل خانواده را میگه و ای که چگونه از انحراف جلوگیری میکنه در سنین مختلف و به خصوص در نوجوانان، چون نوجوانی سرکشی از در حقیقت که ما اکثریت فامیلا و والدین به خصوص نمیتونن این همین دوره را مدیریت کنن. عدم مدیریتی دوره باعث میشه که در سنین بالاتر دچار مشکل شوند. من همیشه وقت میگم در صنوف خود ما چقدر جامعه ضعیف هستیم، والدین ما چقدر ضعیف شده که در جامعه غربی حیوان تربیه میکنن، حیوان تربیه میکنه، ولی ما در تربیه طفل خود انسان جامعه خود ناکام هستیم. چی استاد است چی والدین است. از این لحاظ من توصیه‌ام به والدینی است که یک مقدار خوشبختی کسایی که در این اثر به عنوان والدین قرار گرفته است
که امکانات مطالعه فوق العاده وجود داره. اگر شما مطالعه را موصلش نداشته باشین که چون مصروفیت والدین حال زیاد است، انشتین آمگال می بود به مصروفیت والدین افغانستان سلامی می زد. بله. چون به حد حصر مصروف هستند، کل وقتشان در توشک پر کردن و پرده پاک کردن و اینا می چرخه، ولی هیچگاه نب چرخیدن که همی طفل ما چی می خواهد. گریه می کنه ایوازی که برای گریه از او را ولی همه گریه می کنه دیگه، مشکلش خودش هست. حالا خو خیر امور یک بار سر بزن چور گریه می کنه. از این لاز وقتی که آمدیم این مسائل هم میگیم، حالا در یوتیوب در بخش های ویدئویی تربیه اطفال ویدئوهای متعددی وجود داره. لطفا از این که تیک تاک هم میبینن، از این که همسال از این ویدئوهای دیگه را میبینن، آرایش هم میبینن، نیم ساعت روزانه خود صرف از این کنن که برن تربیه طفل نوشه آموزش ببینن، در مورد جامعه خود در فامیل خود تطبیق کنن. از این لحاظ من همیشه وقت میگم و یک کتاب هم روی دست دارم که خداوند یاری کنه من بتوان مورد تکمیل کنم. من زمانی که مطالعه میکردم یک جای رسیدم که این مسئله را دیدم که کل مسائل انحراف جامعه برمیگرده به جوانا و از جوانا برمیگرده به والدین. واقعا شوکه شدم که ما چقدر بیخبر هستیم دیگرها چی میکنن، چی کارهایی را انجام میتن. ما آل هم در پی اونمو امو خواهشاتی هستیم که اصلا اون دیگه به عنوان ارزش پذیرفتنی نیست. ما همیشه وقت میگم چقدر فامیلای ضعیف هستیم. بله. که ما کل وقت ما را پول ما را مصرف میکنیم که میمان ما بیا میمان ما بخوره، ولی طفل خود کچولو پیاوه میتیم. از این که واژه شرم‌آور دیگه در جامعه پیدا نمیشه. خب میمان اگر تو را قبول کنه به اونمو کچولو پیاوه قبول کنه، اگر نکنه من دیگه او رقمی میمان هم کار ندارم. میمان باید از کتمه کسایی که قوم خیشم است خوب بعد من را قبول کنه. ما بعد طفلم جانکنی میکنم، روزگار بعد سپری میکنم، باز میمانم که میاد گوشت و 12 رقم میوه و دانه و غذا ما آماده میکنم. یا کل مصارف ما را میاریم سر پرده و اینا میکنیم، سر فرش میکنیم، ولی در خوراک ما هیچ چیز نیست. سیستم ایمنی بدن ما ضعیف است، خصوصا در این شرایط. از این لحاظ من بازم تاکید میکنم که از بس دور نریم. نقش والدین واقعا که همون قسم در تمام عرصه‌های زندگی بیبدیل است. در عرصه انحراف جوانان نقش بیبدیل داره. یعنی میتونه اگر والدین بخواه انحراف امروزی جامعه ما را به صفر تقرب بتن، به صفر تقرب بتن. چرا؟ نهاد اولی سازندگی اجتماعی انسان ها فامیل است و تا زمانی که مادر و پدر و آگاه نداشته باشیم فرزندان آگاه به دنیا تولید نمیتونیم، یعنی تربیه نمیتونیم، تقدیم نمیتونیم. از این لحاظ با والدین نقش اساسی را بازی میکنه و میتونن این موضوع را خوبتر و بهتر انجام بتن. در کنار از اون چی که بسیار مهم است، امروزه میگن روانشناسا که ولو که پدر که هر چقدر مصروف باشه باید زمینه ازی برش گذاشته شوه، وقت برش اگر خودش نمیتونه خانم خانه که به عنوان همسرش است باید از توجه کنه، پای پدر در تربیه اطفال بکشانه، وقتش از مصروف بسازه، یعنی وقتش در حالت قرار بده که آماده ازی شوه که تربیت طفل خود بده، تا طفل از الگوی پدر مادری که میخواه آینده خود بسازه او سالم باشه. به مو خاطر از در بعضی فامیلا زمانی که ما میایم بحث میکنیم میبینیم که خصوصیات یک تعداد فرزندا فیکس خصوصیات مادرش واری شده. به خاطر از این که پدر در او سهم نگرفته. عدم سهمگیری پدر در تربیت طفل باعث میشه که اونا مسیر زندگیشان دچار اشتباه بره. از این لحاظ ما نیاز داریم که این مسئله را خوبتر و بهتر تعقیب کنیم. اولین رکن اساسی کار مامی است که به عنوان والدین ما آگاهی خود در سطح تربیه طفل بالا ببریم. ویدیوهایی که وجود داره، برنامه هایی که وجود داره ما میتونیم او را تعقیب کنیم. سطح آگاهی ما زمانی که بالا رفت ما خود ما خود به خود مسیر خود درست میتونیم. خب استاد ببخشید که اگر صحبتتون خوب بود بفرمایید استاد شما صحبتتون رو بفرمایید. به این خاطر ما وقتی که میایم از این نقطه اشاره میکنیم دو راه حل است. همیشه وقتی یا به اثر مطالعه میایم
یکی از دانشمندان میگه، میگه کسایی که کتاب بیشتر میخونه زندگی بهتر خوبتر بیشتر تجربه کرده میره، کسایی که یک کتاب میخونه اونم یک زندگی را تجربه میکنه. از این لحاظ وقتی که امکانات امروزی است، اگر والدین، من همیشه به مسئولین خود میگم، مال به والدین می حکم صادر میکنم، بانم که من در مرجع نیستم که صادر کنم، ولی میگم ما والدین ما مسئولین ما واری دو حالت داره، هم خوشبخترین نسل افغانستان است، هم بدبخترین نسل افغانستان است. خوشبخترینشان به ایست به امکانات آگاهی دهی و آگاهی گیری که در سطح دنیا از طریق اینترنت ایجاد شده، اگر از این استفاده کنه خوشبخترین نسل افغانستان است و یک نسل خوبی را با ایندام به بار میارن، اگر استفاده نکنن بدبخترین نسل تاریخ افغانستان رقم میخوره که با این امکانات، با این سهولتایی که در سه اجتماعی به انسانها و به خصوص به افغانها ایجاد شده که ما تقریبا راه های 100 ساله ای را که دیگر را طی کردیم، ما در 12 سال طی کردیم، امکانات فوق العاده وافر اینترنتی تلفنی و امثال از اینا وجود داره، امکانات آگاهی گیری بیشتر است، این اثرشان خودشان کار کنه و بتانن امین مسیر خوبتر و بهتر طی کنن و انحراف از جامعه بسته بسته. بله. خب استاد، ما شاید هزی هستیم که والدین بای هم فامیلی که در افغانستان هستن، شاید تعداد کمترشان از جامعه و کارهای جوانانی که در جامعه متقدم میکنیم انجام میدن آگاه نباشن، ولی زیادتر کسانی که در ولایات در روستاها زندگی میکنن، زندگی از اینا به گونه‌ای هست که باید اینا توجه بیشتر سر هم تاکید کار روزمره و هم کاری که در فامیلشان انجام بدن، باید بر توجه بیشتر سر طفل و اطفال که اینا دارن، سر طفلای بزرگ جوانایی که هستن در بین فامیل از اینا توجهی نمی‌داشته باشن. آیا آینده از اینا زمانی که در یک جای دیگه اینا کار بکنن و هم تحصیل بکنن و اینکه نقش حساسی رو والدین و فامیل می‌داشته باشه در کنار از یک موحد جای اگر برسیم پیشرفت بکنیم، ولی این فامیلا باید کدام کارهای انجام بدن؟ ولی به اینا زندگی چگونه هم باشه؟ در کل نکته خوبی را اشاره کردی. امروز خوشبختانه یک چیزی که وجود داره، بسیار نقاط معدودی در اطراف افغانستان وجود داره که به اینترنت هم دسترسی نداشته باشه. یعنی همین خوشبختی را ما داریم، نسلی هستیم که این امکانات بر ما میسر است که ما با اطلاعات سراسر دنیا دسترسی داریم. صرف تفاوت کاریست که برمیگرده بعدم مسئولیت پذیری ما. کل موضوعات ما برمیگرده بعدم مسئولیت پذیری ما. من همیشه وقت سی واژه را میگم، میگم این سی مؤلفه در جامعه ما کمبود است. تا زمانی که سی مؤلفه را ما نهادینه نسازیم، چی در مکاتب، چی در پنتون و چی در خانواده، کرسی از این سازنده جامعه میشم، ما ابدا به مسیر درست نمیریم. اولی واژه عدم مسئولیت پذیری ماست. امروزه والدین به عنوان کسایی که میایه پدر مادر میشه، مسئولیت پذیری در قبال اولاد خود نداره. دقیقه. تا زمانی که ما مسئولیت پذیری نداشته باشیم مشکل ما حل نمیشه. دوم، وقتی که میم به عنوان استاد در پنتون تدریس میکنیم، در مکاتب تدریس میکنیم، باز هم احساس مسئولیت در قبال تدریس ما نداریم. یعنی من این را باز میگم که در قبال پدر مادر دومی نقش را که به عنوان همدلی امیاری داره اساتید است، معلمین مکاتب و پنتون است. با تاسف که اینا هم همدلی کت محصیلین خود نمی کنند، در دوره ابتدایی مکتب کت طفل نمی کنند، کت شاگرد خود نمی کنند. این قسم استادا کت شاگرد ها برخورد می کنند که گویا یک 1300 سالت دشمن پدری و بابایی کت ازی داشته باشند. بله. با یک جنگ نیابتی که تا محصل خود روان است. من همیشه وقت دوستا هستند با تاسف که در برنامه سیاسی اشتراک میکنن، کشورهای بیرونی پاکستان ایران هم علامت میکنن. تا زمانی که خود ما آدم نشیم دیگه کس سر ما بیو آدمگری رو حساب نمیکنن. این صادقانه میگم. حالا روز پیش ایران چند جوان در موتر در داد. ما خود ما بر خود ما احترام قائل نیستیم. ما تا هنوز در داخل خود یک اجماع درست پیدا نکردیم. ایرانی ها از ما چی، ما از ایرانی ها چی گله کنیم؟ خودم که بر خودم احترام قائل نشم، کسی دیگه برام احترام قائل میشه؟ نمیشه. از این لحاظ ما مسئولیت پذیری داشته باشیم، وجدان سالم در قبال جامعه، اولاد خود
معسل خود متعلم خود داشته باشیم و حس وطن دوستی را داشته باشیم. اینا خود به خود این مسیر حتی انحراف از جامعه دور میکنه. وقتی که ما حس وطن دوستی در ذهن ما باشه میگیم بینمی وطن ما باید از خدمت کنه نسل بعد ما، نسل بعد ما و به نسل بعد خود یک چیزی به یادگار بسپاریم. خود به خودی ما را وادار میسازه که ما کار خوب انجام بدیم. وقتی که حس مسئولیت پذیری در قبال گپای خود داشته باشیم، آن چیزی که تا به امروز با تاسف در امی رسانه‌های ما کسایی که میان حس مسئولیت پذیری در قبال گپای خود نداره، ایره نمیسنجه که یک کلمه که من میگم چند هزار نفر از این متاثر میشه. یعنی فکر کنین من چیز ساده را میگم که باز آن مال دینمی روان شامل شده که میگن ما حق خود میگیریم. تو چی کاره که حق خود میگیری؟ تو کی؟ بله. ولی بیا بجای از این که میگی حق خود میگیریم، بیا ما انسانیت ترویج کنیم که کس حق کس نخوریم. تا من یال حق مردم خورده روان هستی، تو به عنوان رهبر می حق مردم میخوری، حق کی را میخوری؟ حق کسی را میخوری که به تو رعایت است. این از این لحاظ ما حس مسئولیت پذیری در قبال گپ ما داشته باشیم، حرف عمل ما داشته باشیم. این قسمی که اینمی کرونا ما را در یک بحران کشانده، اینمی عدم مسئولیت پذیری ما بود. آمدیم ششتیم گفتیم 25 میلیون نفر ما را کرونا میگیره. خود درست اگر تو در قرنطینه هم باشی میگیره، اگر نباشی هم. چون مرضی هست که سر تا سر هست. بله دقیقا. آیا شده تا به امروز جامعه سرماخوردگی یا ریزش جلوگیری کنه؟ نتانستن. از این لازی رام نمیشه. یا میگیم سیل روان است، سیل مرگ میر زیاد میشه. بیم مسئولیت پذیری کنیم. از این لاز والدین فامیلایی که چی در اطراف است، چی در شهر است، شهرها بیشتر متاثر میشه از این مثلا. چون باز اونو اطرافی هایم که میاد از شهر نشینا تقلید میکنن، بدبختی هسته. ما به عنوان پایتخت نشین، به عنوان کسی که در رأس کار وجود داره مجه، ما الگوهای بدی به اطرافی ها میشیم. اگر ما سالم زندگی خود پیش ببریم، مسئولیت پذیری در قبال هر کار ما داشته باشیم. من خواهش میکنم بعض از فامیلای عزیز که مسئولیت پذیری را هم در خود نهادی نبسازن، هم در اولاد خود. تا زمانی که در قبال اعمالی که ما انجام میتیم مسئولیت پذیر نشیم، متعقین باشیم که ما مسیر درست پیدا نمیتانیم که بریم به طرفش. از این لاس اولین نقطه است که به خاطر از این که ما الگوی بد به مردمایی که در اطراف زندگی میکنن نباشیم، باید ما ایست مسئولیت پذیر در قبال کار ما، گفتار ما، رفتار ما، اعمال ما انجام بتیم و داشته باشیم تا مسیر درسته انتخاب کنیم. در این صورت است که ما میتونیم مسیر درسته به طرف جامعه بریم. در غیر از او به ناکامی تا به امروز آمدیم، بعد از این هم به ناکامی میریم. از نظر شما استاد که ادامه خود پیدا کرد همین گونه؟ دقیقا. من همی چند روز پیش در فیسبوک ها زیاد از عالم و عالم بازی صحبت شد. من نوشته کردم، با انتقاد چند نفرم قرار گرفتم، نوشته کردم که تو مشخص کسی را میگی و هدف تو از عالم چی است. ما جامعه ما سراسر نغبه و روشن فکر، هر کسی که امروز اول پا در دانشگاه مون پانتون مون فکر میکنه از مکه دیگه آدم روشن فکر پیدا نمیشه. ولی بی خبر از این که ما گپ یکی از دانشمندان داره میگه، میگه هیچگاه سطح شعور انسان ها را با اسناد تحصیلی شان اشتباه نگیرین. مدرک تحصیلی هیچگاه سطح شعور ما را نشان نمیده. اگر اسناد تحصیلی درد ما را دوام میکرد، در 20 سال حداقل اگر پیش از اون ما در جنجال بودیم، در 20 سال اخیر بسیار کسای آمدن که داد از دکترا زدن و از او که بی سواد دوز دیگه پیدا نشد، دوزی خود کت خیست رفت بدن، جامعه را به فساد کشان. ما هدف ما ایست که من وقتی که از دانشمند عالم میگم، باز کسی نوشته کرده بود که خیر خود عالمه چی میگی؟ من میگم دانشمند روشن فکر عالم کسی است که درد جامعه را تشخیص بتم مطابق او درد نسخه ارائه کنه. تا هنوز کدام دانشمند ما این کار کرده؟ هر کس آمده غیبت کرده بد گفتیم، یعنی حالا من بد میگم، این صادقانه بگویم، یعنی از لازم باروری جامعه، جامعه را ضعیف میسازه. این الفاظی که ما استفاده میکنیم، این بجای از این که جامعه را مثبت بسازه، جامعه را به منفی میکشانه. این تو کتاب امروز کشانده شده. این ما نیازمند از ایستیم که اول رکن اساسی جامعه که بعد فامیل میه مکاتب میباشه، پانتونا میباشه، اینا را ظرفیت سازی بکنیم. تا اینا ظرفیت سازی نشه، آینده که ما پیش رو داریم آینده خوب نمیباشه.
دقیقا نمی باشه، به خاطر از اینکه چون اینمی نسلی که میاد چون اس مسئولیت پذیری در قبال درس خود نداره. حالا من یک چیز ساده را میگم براتون، شاید خودتان تجربه محصلی را داشته باشید. 99.5% محصلین ما به دو چیز در پانتون میآید. اول به خاطر حاضری دادن میآید که غیر حاضر محروم نشه، دوم به خاطر امتحان درس میخوانند. بله، یعنی صادقانه بگویم ما اولین گپ بگه دستم میگم امیز که به لیاز خدا با حاضری ما بسم نبیای و به امتحان ما درس نخوانی. و با تاسف که استادایی که اسم مسئولیت پذیری نداره امی گپ دو گپ تاکید میکنن، خود تو شیرین درس بده، تو اسم مسئولیت پذیری که تو عشق بورز به استادی که معسل به خاطر عشق علاقی که تو به درس خود داری او بیا به درس تو بشینه، تا چی وقت تو فشار بیتی ناکام کنی و او درس بخونه. و استاد ما چندین بار ما خودم دیدیم تماشا کردیم که بعضی مسئولین و شاید تعدادشان فقط این امتحان و دیگه امتحانش در پانتون بره، به خاطر اینکه ما بتونیم هم نمره 20% یا هم نهایی که باشه ما درس بخونیم هم نمره رو بعد دست بیاریم. اما بود همی شد که به امتحان مستیم و حاضری، اون جایی که حاضری را جدی میگیرن بازیری میان، جایی که حاضری را هم جدی نمیگیره با میگ امتحان دی امتحان محصل میان میره فکر میکنه سند لسانس بیر کل گپ حل است و یک ضرب المثل بسیار یک معقوله بسیار بد در جامعه است، میگه تو در چوکی برس باز چوکی تو را میرسانه. بلی از خدا چرا ما چوکی را نرسانم که چوکی مرا برسانه؟ چرا ما قضایی باشیم که یک جسم غیر متحرک بی جان بیا مرا باز برسانه؟ بجای از اینکه ما چوکی را زد بتم ارزش بتم، ارزش قائل شوه برش، او بیا امر ارزش بته. این مسائلی است که از اینمی خانواده آغاز میشه. والده نقش اساسی را بازم تکرار میکنم داره، حس مسئولیت پذیری را در اولاد خود، در فرزند خود تقویه کنه و اونا را بسازه. حتی میگه در بازی شکست خودت هم یک بار تجربه کو، که طفلت بازی کو، ساتیری کو، مسابقه بزن و او را یک بار به شکست مواجه کو بفهمه که در زندگی شکست وجود داره. بله، عدم موفقیت وجود داره. حالا یک تعداد ما در زمانی که در زندگی هستیم هر وقتی که ناکام شدیم خلاص دیگه میگید کل دنیا ناکام شد، تاریک شد. ما داریم حادثه های بسیار بدی، واقعه های بسیار بدی را داریم که بعد از امتحان کنکور نفر خودکشی کرده، چرا من ناکام شدم، چرا در طب کامیاب نشدم. و گپ افلاطون میگم بانم که با دکترها بر میخوره. افلاطون بزرگ یک جمله زیبا داره، میگه جامعه که با دکترها احترام قائل باشند او جامعه بیمار است. ما جامعه ما فوق العاده بیمار است. جامعه که با اساتید استادا احترام داشته باشه او جامعه فرهنگی است. و با تاسف آل جامعه ما سخت بیمار است. بانم که دکترها در این شب و روز بسیار باز برگشان گل کده، خدا دادشان خدای کرونا را نمی آورد که میام برگشان گل نمی کد. حالا کل اینمی جامعه اینم مسیر روان است. بله، ما اخلاق جامعه زیر صفر است امروزه از لحاظ انسانی. به این لحاظ بانم می فهم که گپای تند و تیزه میگم، ولی چاره ندارم. بعضی اوقات امی احساس میکنم که این قرنطین بالای رو روان ما تاثیر کرده. صحبت خیلی خوبه داشتین. خطا میخوره دیگه، معذرت مرا شنوندگان محترم بپذیرن دیگه. درد اصلا درد دل یک نفری هست که جامعه رو میبینه، مردم رو میبینه و بغض در دل انسان میباشه. هر کس این صحبت ها رو باز نمیداشه. من یکم بار شریعتی رو میخوانم، شریعتی میگه میگه کدام همسایه مرغ داشته بازی صبح صبح بانگ میداده مردم همسایه را بیدار میکرده. باز شکایت کرده یه همسایه که صاحب مرغ بوده مرغ خودم میکشه. باز دیگر روز که میگه گفت چرا مرغ کشتی؟ گفت والا همسایه شکایت کرد که ما را بیدار میکنه. باز گفت که هر کس کسی را که بیدار کنه محکوم به مرگ است. یعنی بیدار ساختن جامعه محکوم به مرگ داره. و در کنار از این میگه دیروز همسایه ما از گرسنگی مرد، امروز در فاتحه و خیرات از او گوسفندا را قطار کردیم. یعنی ما تا یک روز پیش از مرگ ما را بنان خوردن ما ایران مانده بودیم. صبحش برای ما که میموریم فاتحه گیری و ختم اینا از ارزش های نابجا و نابکار این جامعه است که من خواهش دارم کسایی که در رأس کار است یک بازنگری به ارزش ها بکنه، خصوصا اساتید و رسانه ها در این نقش اساسی را داره که یک ارزش گذاری واقعی را در جامعه رونق بده و از ارزش های ناحقی که جامعه را هر لحظه بلعیده میره ای را باید از بین ببریم و بخصوص دروغی که در جامعه
به اوج خود رسیده. من اگه اون وقت مثال میزنم میگم جامعه غربی تا که راستشان تمام نشه دروغ نمیگه، ولی با تاسف ما تا زمانی که دروغ ما تمام نشه راست نمیگیم. بلده. و در حضور داشت همگی دروغ میگیم، باز خود ما بر خود ما فتوا میتیم، میگیم برو راست استفلا بپرس، چرا کلانا همیش دروغ میگه و دروغ هم گفته. بلده. تشکر از شما، سلامت باشین. تشکر، بخیر باشین. انشالله که همه دوستا و همه مسئولین و متعلمی که هستن انشالله همیشه کوشش بکنین که استاد در زندگی انسان هست، که در هر جایی که باشه، در هر مقامی که باشه استاد میرسن. همیشه احترام بکنین و صحبتهایی که استاد داشت، انشاءالله که همیتون در نظر و یک فکر خوب و یک روش زندگی خوب را بسازین، به این که همیشه خوش بکنین، نقش را اساسی را همیشه خودتون در زندگی دارین. وقفه خیلی کوتاه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم.